سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، حمایت گروهی از جوانان در خوست بغلان از جبهه مقاومت ملی، تاکید یک مقام نظامی انگلیس برای تعامل با طالبان، و همچنان در پایان در حمله مبارزان ولایت پنجشیر با یک ستون نظامی از نیروهای در منطقه عنابه. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حمایت گروهی از جوانان در خوست بغلان از جبهه مقاومت. گروه چریکی جبهه مقاومت ملی در خوست بغلان اعلام موجودیت کرد. با گزارش اسپوتنیک، نوار تصویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفتن نشان می‌دهد که گروه چریکی در ولسوالی خوست ولایت بغلان حمایتشان را از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام کرده و می‌گویند که تا آخرین قطره خون در برابر طالبان می‌ایستند. این در حالی است که گروه از جوانان در ولایت کابل نیز چندی قبل در یک نوار ویدیویی در حمایت از جبهه مقاومت ملی به رهبری عامر صاحب احمد مسعود و استادگی در برابر طالبان سخن میگویند. پیش از آن یک گروه دیگر جوانان حامیان مسعود در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان همچنان حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی اعلام کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری عامر صاحب احمد مسعود در دره پنجشیر ایجاد شده و به علیه طالبان می جنگند. این جبهه می گوید که برای آزادسازی عدالت و دستیابی به حقوق اساسی تمام مردم افغانستان در برابر طالبان مقاومت می کند. طالبان در تاریخ 15 مگس سال 2021 وارد کابل شدند. از آن زمان به بعد ارائه خدمات عمومی در کشور تعطیل شده و اغلب نیروهای متخصص از کشورها فرار کردند. حالا بیش از 2 ماه از زمان ورود این گروه به پایتخت می گذرد و هنوز اکثر ادارات دولتی که خدمات عمومی ارائه می کردند تعطیل هستند. همچنان این در حالی است که اخبار جبهه مقاومت ملی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: در حمله مبارزان ولایت پنجشیر با یک ستون نظامی از نیروهای طالبان در منطقه عنابه، یک تانگ زرهی طالبان منهدم شد. با گفته شاهدان عینی، در این حمله دست کم 8 نفر از نیروهای طالبان کشته و زخمی شده اند. همچنان این در حالی است که تاکید یک مقام انگلیسی برای تعامل با طالبان. یک مقام نظامی بلند پایه انگلیس در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که برای حفظ دستاوردهای 20 ساله پسین کشورش باید با امارت اسلامی تعامل کند. با گزارش اسپوتنیک، جنرال نیک کارتر رئیس ستاد ارتش انگلیس می گوید که برای اینکه امارت اسلامی حکومت فراگیر داشته باشد و دستاوردهای 20 ساله پسین زنان و حقوق دختران حفظ شوند، نیاز است با آنان تعامل شود. این مقام نظامی بلند پایه انگلیس در گفتگوی با خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که کشورش باید با امارت اسلامی تعامل کند. با گذشت 3 ماه از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، تا کنون حکومت تازه سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. رئیس ستاد ارتش انگلیس باورمند است که تعامل با طالبان به علتهای گوناگون گزینه خوبی برای بهبود وضعیت کنونی افغانستان است. جنرال نیک کارتر می گوید به علتهای گوناگون باید با آنها طالبان تعامل کنیم. در مورد وضعیت انسانی در افغانستان بسیار نگران هستیم و برای حل این مشکل باید با دولت طالبان تعامل کرد تا مطمئن شویم که پول به جایی که باید برسد می رسد. آنان باید حکومت فراگیر داشته باشند. اگر آنان به طور فراگیر حکومت نکنند، بسیاری از دستاوردهایی که ما در 20 سال به دست آوردیم را از دست خواهیم داد. و هرچند وضعیت پیش آمده را در کشور خلاف انتظاراتهایش در باره افغانستان می داند، اما تاکید می ورزد که باید راههایی را برای بهبود اوضاع افغانستان در پیش بگیرند. وی می افزاید حقوق زنان، فرصت دختران برای رفتن به مکتب و حقوق تمام اقلیت‌ها در افغانستان باید به دسترسی رعایت شود و اگر این اتفاق نیفتد، پاسخ این است که ما شکست خواهیم خورد. طالبان میگوید که درب گفتگوها را با کشورهای جهان باز است و این گروه تلاش دارد تا قناعت کشورهای جهان را فراهم سازد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان میگوید
امارت اسلامی تلاش می کند که آن پیشنهادهایی که کشورها از افغانستان دارد را برآورده بسازد و اگر در مورد موضوع هم کشورهای همسایه تشویش دارند راه گفتگو باز است و گفتگوها می شود به نگرانی ها و پیشنهادهایشان گوش بدهیم و از راه تفاهم آنها را حل بسازیم. تشکیل دولت فراگیر، حفظ دستاوردهای بیش از 20 سال پسین، احترام به حقوق بانوان و دختران، حفظ امنیت و رعایت حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی و قومی از پیش شرط‌های کشورهای جهان برای برسمیت شناختن طالبان است. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: عکس مهم در جعبه تاریخ. از زمانی که با روایت تاریخی سر و کار بوده، حس آزادی دهنده هم مرا یک لحظه رها نکرده است که علل و اسباب در چی بود که هیچگاه در افغانستان نظام پایدار و استوار شکل نگرفت. امروز پرده برداری از سیمای راستی یا تقلبی تاریخ نگاری آسان شده است. به این عکس نگاه کنید: تاریخ مجسم سیاسی و نظامی ملی گرایی و ضد ملی گرایی، وفاداری به سرزمین و بی‌رغبتی به اصل از آن هویت است. اما سوال در ذهن من این است که جنگ کنونی برای حفاظت از افغانستان خواهد بود یا از سرنوشت خیشتن؟ کسی بار کس دیگر را بر شانه بر نمی تواند. می خواهی به جنگ؟ می خواهی صحنه را رها کن؟ احساس من این است که افغانستان هرگز بار دیگر، حداقل از نظر جغرافیایی، واحد نخواهد شد. رد شایعه‌ای که حقیقت ندارد. بکتاش ایشچی، گزارشنامه افغانستان، رزاق مامون. خبر توقیف اجده ساعته حنیفت مر در فرودگاه استانبول به تاریخ 16 مقرب نشر شده بود، اما بکتاش ایشچی بعد از عشر و سکوت ادلایه داده و مشارکت خود در ترجمان گفت و گوی پلیس با حنیفت مر را رد کرده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.